روز جمعه 31 شهریور 1396 برابر با 22 سپتامبر 2017 نشست جانبی 36مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنوان وضعیت حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران در شهر ژنو سوئیس به همت دکتر حسن نایب هاشم و خانم آینده آزاد از سازمان حقوق بشری همه حقوق بشر برای همه برگزار شد. در رابطه با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هست. امروز همزمان با ما برنامه سالانه صلح هست که کوفی انان امروز مهمونش هست. در این نشست نیما حسابیان به عنوان نماینده نوکیشان مسیحی، رضا امیری در ارتباط با تبعیض‌های مذهبی در ایران، دایان اعلایی نماینده هموطنان بهائی در سازمان ملل متحد، سهیلا هادیپور نماینده عرفان حلقه، هادی زارع در ارتباط با مجازات اعدام، دکتر لوکا راگازونی به عنوان نماینده دکتر احمد رضا جلالی، نادر زندی در ارتباط با وضعیت آب و فاضلاب در ایران، ژاله تبریزی در ارتباط با دریاچه ارومیه و زارا نورانی به عنوان نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر شرکت داشتند. خانم دایان اعلایی و نیما حسابیان گزارشی از نقض مستمر و گسترده حقوق هموطنان بهایی و مسیحیان در ایران توسط نظام حاکم بر ایران را ارائه دادند. As a Christian convert from a Muslim background, here I am today to update you about the latest Christian convert situation in my homeland country, Iran. When considering the recent changes in Iran regarding condition for Christians, much has remained the same. They continue to be arrested and interrogated because of their faith-related activities. In a United Nations Human Rights Council report dated March of 2017, the UN Special Rapporteur Asma Jahangir expressed her concern with the current climate of human rights in the Islamic Republic of Iran. She was referring to the targeting and harsh treatment of religious minorities, including Christians converts from Islam, whose faiths are considered deviant by authorities and clerics alike. The situation of this religious group is described as follows. These groups continue to face arbitrary arrest, harassment, and detention, and are often accused of national security crimes such as propaganda against the state. Under Iranian law, individuals, including Christians of Muslim backgrounds, can be prosecuted for the crime of apostasy, although the crime is not specifically codified as a crime in the Islamic Penal Code. هادی زارع و رضا امیری فعالان حقوق بشر به ارائه گزارشی از روند روبه رشد اعدام‌ها و تبعیض‌های مذهبی در ایران پرداختند. پس از انقلاب 57 ایران
و روی کار آمدن نظام ایدئولوژیک مذهبی، مجازات اعدام در ایران به صورت چشمگیری افزایش یافت که به طور نمونه با توجه به فایل صوتی و سند منتشر شده از طرف آیت الله منتظری بالغ بر 4000 نفر در زندان‌های ایران تحت دادگاه‌های فرمایشی و چند دقیقه‌ای محکوم به اعدام و به چوبه‌های دار سپرده شدند. روند اعدام تا کنون و پس از گذشت 39 سال ادامه دارد و با توجه به جمعیت ایران در مقایسه با کشور چین، آمار اعدام در ایران طبق آمارهای بین المللی بالا است و همچنان جایگاه دوم در دنیا را دارد. از آنجایی که ایران کنوانسیون منع اعدام کودکان زیر سن را پذیرفته و به عضویت آن در آمده است، اما متاسفانه یکی از آخرین کشورهایی است که هنوز افرادی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال بودند را اعدام می کند و به وضوح در این چند دهه شاهد آن بوده ایم. طبق قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1، همه انسان ها فارغ از هر رنگ، قوم، مذهب، طبقه اجتماعی، میزان دارایی و غیره با هم برابر هستند و باید به طور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار شوند. یکی از این حقوق شهروندی مشارکت در امور اداره کشور از طریق مناسب حکومتی می باشد. جمهوری اسلامی ایران پس از به قدرت رسیدن در سال 1357 بعد از چند ماه قانون اساسی کشور را تدوین کرد که در این قانون اساسی به صورت علنی مردم کشور را به چند دسته تقسیم می کند. در قانون اساسی ایران در اصل 112 آن اشاره به این دارد که مذهب رسمی کشور شیعه 12 امامی اثناعشری است و دیگر ادیان و مذاهب آسمانی کشور از جمله مذاهب چهارگانه اهل سنت، مسیحیان، کلیمیان و یهودیان و غیره هم به رسمیت شناخته می شوند و قاعدتا دارای حقوقی خواهند بود که در قانون اساسی برای آنها تعریف شده است. طبق قانون اساسی اصل 112 تنها افرادی می توانند رئیس جمهور بشوند یا رهبر که پیرو مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی و ولایت فقیه باشند. اما برای دیگر مناصب حکومتی مثل وزیر و یا نماینده مجلس، استاندار، شهردار، پست‌های نظامی، سفیر و غیره هیچ گونه محدودیتی در قانون اساسی وجود ندارد. اما با همه این تفاصیل در طول این چند دهه که از عمر حکومت می‌گذرد شاهد تبعیضات متعددی در همه زمینه‌ها بوده ایم. اجازه ندادن پیروان دیگر ادیان برای ورود به اداره کشور و در واقع به بدنه حکومت و تنگ کردن دایره قدرت یکی از این تبعیضات است. اهل سنت ایران با توجه به اینکه دومین مذهب پرجمعیت با حداقل 30% را از جامعه ایران تشکیل می‌دهند، همیشه از این موضوع آسیب دیدند و به شدت مورد تبعیض قرار گرفتند. نادر زندی در این نشست به وضعیت آب و فاضلاب در ایران پرداخت و گزارشی در ارتباط با کمبود آب و برداشت بیش از اندازه و غیرقانونی آب از مخازن زیرزمینی و همچنین وضعیت بحرانی پساب را ارائه کرد. آب به عنوان عنصر اساسی حیات و وجه مشترک چالش‌های توسعه پایدار، یکی از معضلات بزرگ قرن حاضر و بحران چند وجهی نیم قرن آینده است. و با توجه به کاهش 10% نزولات جوی، تغییر نوع بارش‌ها از برف باران که به دلیل عدم جذب زمین باعث ایجاد سیلاب‌های مخرب در طبیعت شده و نبود پوشش مناسب جهت مهار نمودن آن و سایر دلایل مربوطه، منجر به کاهش ورودی آب گشته و از سوی دیگر برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی مثل چاه‌های مجاز که افزایش برداشت دارند و چاه‌های غیر مجاز که بدون عقص مجوزهای لازم به منابع آبی زیرزمینی دستبرد می‌زنند که این هم باعث افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها و کویرها در مناطق مختلف کشور شده است.
ژاله تبریزی وضعیت دریاچه ارومیه را مورد بررسی قرار داد و گزارشی از نابودی و خشک شدن این دریاچه و تأثیر آن بر زندگی کشاورزان، دامداران و مردمی که در اطراف این دریاچه زندگی می کنند را ارائه کرد. من از این تریبون بارها در رابطه با خطر خشک شدن دریاچه ارومیه هشدار دادم و عواقب آن صحبت کردم. اقتصاد بدون برنامه، سیاست‌های نادرست کشاورزی، نبود سیاست حفظ محیط زیست و بی‌توجهی به توسعه پایدار در ایران باعث خشک شدن چشمه‌ها، قنات‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها شده است. سهیلا هادی‌پور به وضعیت عرفان حلقه، صدور مجدد حکم اعدام برای بنیانگذار عرفان حلقه، آن هم پس از 7 سال زندان و بازداشت گسترده اعضای این گروه در ایران پرداخت. گزارش امروز من به بررسی وضعیت گروه معنوی عرفان حلقه اختصاص دارد و دستگیری های خودسرانه. نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای روی کار آمدن مخالف چند صدایی در جامعه بوده و هیچ نوع اندیشه و عقیدهی متفاوت از اندیشه خود را بر نمی‌تابد. یک نمونه از این جنایات اعدام آقای محسن امیر اصلانی به اتهام بدعت در دین و تهمت‌های دیگر می باشد. شایان ذکر است که اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند اهل سنت، بهائیان، مسیحیان و پیروان آقای سید حسین کاظمینی بروجردی دائما مورد تبعیض و فشار هستند و حقوق آنها در زمینه‌های مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقض می‌شود. پیروان گروه‌های عرفانی مانند درویشان سلسله نعمت الله گناهکاری، اهل حق یا یارسان و عرفان حلقه نیز به دلیل داشتن جهانبینیشان به طور مستمر سرکوب می‌شود. بر اساس تفکر نهادهای امنیتی و حاکم بر کشور، عرفان حلقه اندیشه‌ای در تضاد با منافع شخصی و حاکمیت شناخته شده و برگزاری کلاس‌های آموزشی آن ممنوع گردیده است. تا کنون صدها نفر از فرادرمانگرها مورد تعقیب، بازداشت، حبس و شکنجه قرار گرفتند و مجبور به اعترافات دروغین شدند. با عطف به ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد، جلوگیری از برگزاری جلسات آموزشی عرفان حلقه نشانه ایست از نقض آشکار این ماده. دکتر لوکا راگازونی، همکار دکتر احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی که از تاریخ 5 اردیبهشت 1395 در زندان اوین محبوس می باشد، به وضعیت این زندانی دو تابعیتی پرداخت و گزارشی از اعتصاب قضای دکتر جلالی و نقض حقوق ایشان توسط نظام حاکم بر ایران را ارائه کرد. To talk in support to my friend and colleague Dr. Ahmad Reza Jalali. Ahmad Reza Jalali is a research scientist. He's a medical doctor. He's an Iranian citizen, and he's also a Sweden citizen. Unfortunately, he has been arrested in Iran in April 2016, and since then has been detained in Evin prison.
he has been accused of being a spy and of collaborating with the enemy's countries. Again, so it's a very important moment for us to help him and to advocate for his release, because we are not talking about only a person, a citizen, but we are talking also about the freedom of everybody to deliver, to organize, manage research, high-level research, in a peaceful way and without any concern at all. در پایان زارا نورانی نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به صورت کلی‌تر نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی توسط نظام حاکم بر ایران را مورد بررسی قرار داد و گزارشی از آخرین موارد نقض مستمر حقوق بشر در ایران را ارائه کرد. زارا نورانی به اعدام‌ها، قطع اعضای بدن، بازداشت‌ها، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، تبعیض‌های جنسی، قومی و مذهبی و تهدید فعالان سیاسی، رسانه‌ای و حقوق بشری در خارج از کشور پرداخت. با سپاس بی‌شمار از برگزار کنندگان این برنامه، سخنان من در مورد گزارش نهادهای حقوق بشریه. مطابق گزارش نهادهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران هر روز که می‌گذرد وخیم‌تر می‌شود. تعداد اعدام‌ها، بازداشت‌ها، قطع اعضای بدن با عنوان مجازات اسلامی، تهدیدها و تبعیض‌ها همه نشان از آن دارد که گویا حقوق بشر برای نظام حاکم بر ایران اصلاً موضوعیت ندارد. امروز در ایران هر صدای مخالفی توسط نهادهای امنیتی سرکوب می شود، تا جایی که صدای اعتراض رئیس جمهور نیز در آمده و ایشان در جلسه هیئت دولت در 13 سپتامبر 2017 اعلام کرد که باید جامعه امن باشد نه امنیتی. تجربه 40 ساله نشان داده که زور و اجبار و امنیتی کردن جامعه کار نمی کند. این سخنان حسن روحانی نشان می دهد که فضای جامعه کاملا امنیتی است. امروز در ایران تنها راهی که برای زندانیان سیاسی عقیدتی باقی مانده اعتصاب قضا و در خطر انداختن جان خود است. در هر کدام از زندانها که امروز بنگریم چند زندانی در حال اعتصاب قضا هستند که از جمله میتوان به اعتصاب زندانیان زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد که در چند هفته گذشته توجه نهادهای بین‌المللی سیاسی و حقوق بشری را به خود جلب کرد و با بیانیه‌های خود از نظام حاکم بر ایران خواستند که به مطالبات این زندانیانی که ابتدایی ترین حقوق یک انسان است رسیدگی کنند. ولی دادستان تهران در پاسخ گفت که قوه قضاییه به این اعتصاب ها بی اعتنا خواهد بود و تغییری در رویه خود نخواهد داد. وضعیت رضا شهابی و دکتر مهدی خزعلی به علت اعتصاب های طولانی مدت و گاهی اعتصاب خوش وخیم گزارش شده و خطر مرگ آنها را تهدید می‌کند. محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان نیست که 11 سپتامبر مجدداً بازداشت شد دست به اعتصاب قضا زده است. از سوی دیگر روحانیون مستقل از حکومت نیست وضعیتشان بهتر از دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی نیست. به عنوان مثال آیت الله نکونام با 69 سال سن و بیماری‌های گوناگون هر چند روز یک بار از زندان به بیمارستان منتقل و دوباره علی‌رغم دستور پزشکان بر بستری کردن ایشان در بیمارستان او را به زندان باز می‌گردانند.
وضعیت بهداری و بهداشت زندان بسیار اسفبار و به نحوی است که زندانیان را به مرگ تدریجی، نقض عضو و معلولیت سوق می دهد. نمونه بارز آن علیرضا رجایی روزنامه‌نگار اصلاح طلبی است که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در دوران زندگی یک چشم و بخشی از صورت خود را از دست داد. آرش صادقی و زینب جلالیان نیز وضعیت وخیمی دارند و باید در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گیرند که ماه‌هاست مسئولان زندان با انتقال آنها به بیمارستان مخالفت می‌کنند. علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی، تبعیض‌های جنسی، مذهبی و قومی در ایران به قوت خود باقی است. امروز دیگر پایمال کردن حقوق بانوان ایرانی توسط نظام حاکم بر کسی پوشیده نیست. بانوان ما در کشور خود از حق ورود به ورزشگاه‌ها محرومند. ولی زنان سوریه در همین زمان در ایران از همین حق برخوردار هستند. و این تنها نمونه بسیار کوچکی از پایمال کردن حقوق زنان ایران است. وضعیت به نحوی است که محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رسماً درخواست کرده که وضعیت زنان را در ارتباط با پست ریاست جمهوری یکسره کنند و رسماً اعلام کنند که در ایران زنان نمی توانند رئیس جمهور شوند. و در این حال مشاهده کردیم که رئیس جمهور مملکت نمی تواند وزیر زن داشته باشد و این نشان از زن ستیز بودن حاکمیت در ایران را دارد. در ارتباط با تبعیض قومی در ایران کافی است نگاهی به استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان بیندازیم و وضعیت مردم را در این استانها رصد کنیم. کشتار بیرحمانه عرب‌های اهواز و کولبران کردستان و هموطنان سیستان و بلوچستان به بهانه قاچاق و خود مؤید این حقیقت است. تبعیض‌های مذهبی و عقیدتی نیز به قوت خود باقی است. نقض مستمر حقوق بهائیان، اهل تسنن، دراویش و دیگر مذاهب و مکاتب در ایران به روشنی حکایت از عمق فاجعه دارد. هموطنان اهل تسنن هنوز در تهران یک مسجد ندارند و مساجد و اماکن آنها نیز که در این چند سال توسط گروه‌های تندرو تخریب شد مورد بررسی قرار نگرفته و هیچ غرامتی از آن بابت دریافت نکردند. همچنان ایجاد تضییق و موانع برای سفر قطب دراویش رحمت اللهی گناه‌آبادی به گناه‌آباد زادگاهش ادامه دارد و پس از گذشت 12 سال از تخریب حسینیه‌های دراویش در شهرهای قم، بروجرد، اصفهان هنوز هیچ مقام مسئولی پاسخگو نبوده است. نمونه دیگر نقض فاحش حقوق بشر در ایران صدور مجدد حکم اعدام برای دکتر محمد علی طاهری با فشار سپاه پاسداران است. ایشان 5 سال دوره زندان خود را به پایان رساند و 2 سال کاملا غیرقانونی در زندان نگاه داشته شد و همکنون مجددن با استناد به همان قانونی که بار گذشته توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود به اعدام محکوم شده است و این نشان از این دارد که قوه قضاییه در ایران به ابزاری برای تشکیل دادگاه‌های استلنستی برای محکوم کردن افرادی بیگناه به اعدام و حبس‌های طولانی مدت تبدیل شده است. نمونه دیگر آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل سرشناس و شجاع ایرانی است که به 13 سال زندان محکوم شده است که در حال حاضر شرایط ایشان نیز وخیم است و مسئولان زندان نیز به وضعیت ایشان کاملاً بی‌اعتنا هستند. یکی دیگر از موارد نقض حقوق انسان‌ها توسط نظام حاکم بر ایران تهدید روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری در خارج از کشور است که برای مثال می‌توان به روح الله زم روزنامه‌نگار مستقل در خارج از کشور اشاره کرد.
روح الله زم بارها توسط نیروهای امنیتی تهدید به قتل شده و برای تشدید فشارها بر او برای اعضای خانوادهش در ایران توسط قوه قضاییه پرونده سازی شده و آنها را بارها بازداشت کرده اند و همکنون برادر او همچنان در زندان است. به هر حال وقت تنگ است و نمونه های نقض مستمر و گسترده حقوق بشر در ایران توسط نظام حاکم بر ایران بسیار زیاد است و این وضعیت متاسفانه روز به روز وخیمتر می شود.